در این ویدئوی آموزشی یک داستان انگیزشی و آموزنده بسیار عالی رو گام به گام لحظه به لحظه با هم پیش خواهیم برد و هدف این است که در انتهای داستان بتونید این داستان رو روان عالی بخونید A man was walking through an elephant camp and he realized that The elephants were not being kept in cages or held by the use of chains. A man, yani yek aghayi, yek fardi was walking, dash qadam mizad. Halate گذشته estemrari, walk through yani az jay gozar kardan. Was walking through یعنی داشت از جایی گذر می کرد پس walk through یک فعل عبارتیه یعنی از جایی عبور کردن و قدم زدن و از جایی گذر کردن Is walking یعنی داره قدم می زنه Was walking داشت قدم می زد An elephant camp Camp یعنی کمپی که الافنت ها رو اونجا نگهداری می کردن. an elephant camp یک کمپ فیل and و he realized او پی برد realize یعنی پی بردن حالت گذشتهش میشه realized that که the elephants فیل ها were not being kept نگهداری نشده بودند حالت مجهوله این داخل کیج قفس cages قفس ها or held نگهداری شدن by توسط the use of chains با زنجیرها were not being kept نگهداری نشده بودند or یا were not being held حالت مجهول همونطور که خدمتون ارز کردیم بینشونم or داره یا در قفس یا توسط زنجیر نگهداری نشده بودن حالا یه بار با هم روون میخونیم ببینیم که آیا میتونیم هم دیگه بخونیمش روون شدیم یا نه A man was walking through an elephant camp and he realized that the elephants were not being kept in cages or held by the use of chains. مردی داشت از میان کمپ فیلها گذر می کرد و پی برد که فیلها در قفس یا توسط زنجیر نگهداری نشده بودند. All that was holding them back from escaping the camp was a small piece of rope tied to one of their legs. All یعنی همه. That که. All that آن چیزی که همه اون چیزی که was holding داشت آنها را نگه می داشت. Hold یعنی نگه داشتن حالت ing گرفته. حالت ing یعنی استمراری. Is holding یعنی دارد نگه می دارد. Was holding یعنی داشت نگه می‌داشت چه کسی رو؟ them them برمیگرده به کی؟ به فیل ها all that تمام چیزی که was holding them آنها را داشت نگه می‌داشت back hold back یعنی این hold به علاوه این back یک فعل عبارتی جدا شونده است hold back یعنی دور نگه داشتن عقب نگه داشتن و در اینجا یعنی دور نگه میداره باز میداره چه کسی یا them فیل ها رو از چه چیزی from escaping از فرار کردن دور نگه می داشت پس شد was holding them back اونها رو باز نگه می داشت از escaping فرار کردن از کجا the camp all that was holding them back تنها چیزی که همه چیزی که اونها رو دور نگه می داشت عقب نگه می داشت باز نگه می داشت تو فارسی اینجوری می گیم From escaping the camp تنها چیزی که اونها رو از فرار کردن از کمپ باز نگه می داشت و اجازه نمیداد که فرار بکنن was بود ای یک small کوچک piece تکه of از rope روپ یعنی تناب تاید تای یعنی گره زدن همچنین به معنی کراوات همچنین به معنی چیزی که شما بهش تعلق دارید تاید در اینجا یعنی گره زده شده یا بسته شده تو به one، یکی آو از their مال آنها legs leg لگ یعنی پا legs یعنی پاها their legs پاهای کیا فیل ها. و دوباره در اینجا زمیر داریم them آنها آنها را their legs پاهای اونها پس یه بار با هم بخونیم ببینیم که به کجا رسیدیم بچه ها شما هم باید بخونید و شما هم باید با صدای رسا همین الان تکرار بکنید ببینید گام به گام با هم داریم پیش میریم یعنی در انتهای این داستان شما باید بتوانید در هر سطحی از انگلیسی که هستید بتونید این داستان رو به راحتی بخونید یه بار با هم میخونیم All that was holding them back from escaping the camp was a small piece of rope tied to one of their legs. پس همه چیزی که آنها را از فرار از کمپ باز نگه داشته بود یک تکه کوچک تناب بسته شده به یکی از پاهایشان بود جالب شد نه فیلها حیوانات احساسی و باهوشی هستند اما چطور شده که با یک تناب کوچک بسته شده به پاشون از فرار از کمپ باز داشته شدن دور نگه داشته شدن حالا میریم جلو با هم یاد میگیریم بچه ها دوباره با هم میخونیم یک بار دیگه ارزش داره انصافن. All that was holding them back from escaping the camp was a small piece of rope Tied to one of their legs. As the man looked at the elephants, he was completely confused as to why the elephants did not just use their strength to break the rope and escape the camp. از the man همونطوری که مرد looked داشت نگاه میکرد نظر میکرد looked at پس در اینجا نمیگیم look to میگیم look at look at یعنی نظر افکندن looked at یعنی نظر افکنده بود در زمان گذشته به کیا؟ the elephants به فیلها از the man looked at the elephant همونطور که مرد داشت به فیلها نظر میانداخت یا نگاه میکرد, he, او, او یا آقا برمیگرده به کی؟ The man, اون آقاه. چرا THE استفاده شده؟ چون این مرد رو ما میشناسیم قبلا در موردش صحبت کردیم. پس THE برای مواردی است که ما میدونیم در مورد چی داریم صحبت می کنیم پس خیلی مهمه نکته مهمیه سالها باید دنبالش زبان آموز بگرده تا به این راحتی بتونه بهش دست پیدا بکنه اوکی okay. He was completely confused او بود was گذشته is completely completely یعنی به طور کامل complete یعنی کامل completely یعنی به طور کامل confused کنفیوز یعنی سردرگم شدن و کنفیوزد یعنی سردرگم شده بود گیج شده بود از تو وای به چه دلیل the elephants فیلها ها did not انجام نمیدن did not در اینجا برای حالت کمکی استفاده شده just فقط use استفاده کردن their مالان ها strength توان قدرت to break the rope break یعنی شکستن the rope یعنی اون تناب مشخص که داریم در موردش صحبت میکنیم پس تی استفاده میکنیم کدوم تناب همون که به پاشون بسته شده بود قبلا معرفیش کردیم to break the rope break the rope یعنی تناب رو پاره کردن پس break به معنی شکستنه همچنین به معنی استراحته یه معنیش هم یعنی شکستن معنی اصلیش یعنی شکستن break the rope یعنی تناب و پاره کردن and و escape the camp فرار کردن از camp یه بار با هم بخونیم معنیش میکنیم دوباره as the man looked at the elephants he was completely confused as to why the elephants did not just use their strength to break the rope and escape the camp. همانطور که مرد داشت به فیلها نگاه می کرد کاملا سردرگم بود که چرا فیلها فقط از توانشان برای پاره کردن تناب و فرار از کمپ استفاده نکردند جالبه نه چرا استفاده نکردن آقاه سردرگم بوده باز برمیگرده به اینکه فیلها باهوشن احساسیان چرا واقعا از قدرتشون استفاده نکردن تناب و پاره کنن و فرار از کمپ برن راحت بشن این زجر و فلاکت اسارت رو به تن نخرن بچه ها باز هم تاکید میکنیم باید شما بتونید داستان رو بخونید پس با هم یه بار دیگه میخونیم همزمان لطفا پیش بیاید As the man looked at the elephants, he was completely confused as to why the elephants Didn't just use their strength to break the rope and escape the camp. They could easily have done so. But instead, they didn't try to at all. Curious and wanting to know the answer. He asked a trainer nearby why the elephants were just standing there and never tried to escape. They، آنها، آنها کیو میگه؟ فیلها رو میگه. Could، گذشته یه can، میتوانستند، easy یعنی آسان، easily یعنی به آسانی have done یعنی انجام شده یعنی انجام بدهند چیو این چنین این چنین چیو داره میگه این ماجرایی که صحبت کردیم که تناب و پاره کنن و فرار کنن so در اینجا به معنی این چنین they could easily have done so آنها به راحتی میتونستن اون کار رو انجام بدند یعنی تناب رو پاره کنن و اسکیپ کنن فرار کنن but اما instead instead یعنی به جای به جای اینکه این, این کار رو بکنن اون کارو سو so. کدوم کار تناوب پاره کنن they آنها didn't try سعی نکردن try یعنی سعی کردن didn't try سعی نکردند در زمان گذشته to که کدوم تو برمیگرده به اون کاره at all at all یعنی به طور کلی They couldn't easily have done so آنها به راحتی می توانستند اون کار انجام بدن But instead اما به جاش They didn't try to اما آنها بر اون کار سعی نکرده بودند At all به طور کلی یا در کل Curious یعنی کنجکاو And و wanting to know میخواست بدانه با حس اشتیاق دانستن want یعنی خواستن wanting to know یعنی با تمایل به دانستن the answer برای پاسخ برای اینکه پاسخ رو بدونه wanting to know the answer برای اینکه میخواست پاسخ رو بدونه curious هم بوده کنجکاو هم بوده he او یا آقا asked asked گذشته ask ask یعنی پرسیدن درخواست کردن asked پرسید درخواست کرد یک ترینر ترین یعنی آموزش دادن ترینر یعنی آموزش دهنده کسی که آموزش میده نیر یعنی نزدیک نیربای یعنی همون هلوهوش همون نزدیکی ا ترینر نیربای یعنی یک ترینری که یک مربی که همون اطراف بوده مربی فیل ها چرا the elephants فیل ها where گذشته ار بودند جست فقط standing stand یعنی ایستادن ماندن standing حالت ing آی were just standing حالت گذشته استمراری در گذشته یک کاری اتفاق افتاده چرا فیل ها ایستاده بودند مانده بودند there آنجا and و never هرگز tried try گفتیم یعنی سعی کردن حالت گذشتهش میشه tried never tried هرگز سعی نکرده بودند دقت کنید بچه ها tried یعنی سعی کرده بودند هرگز سعی کرده بودند ساختاری است که در انگلیسی استفاده میشه یعنی ما نمیتونیم بگیم never didn't tried میشه double negative دابل negative در انگلیسی معنی نداره دو تا منفی نمیتونیم به کار ببریم never خودش یه منفیه پس دیگه برای tried از didn't استفاده نمی کنیم. never tried یعنی سعی نکرده بودند to برای escape فرار حالا یه بار با هم بخونیم they could easily have done so آنها به راحتی میتونستن اون کار رو انجام بدن but instead اما به جاش they didn't try to at all آنها حتی سعیم نکرده بودن در کل Curious and wanting to know the answer کنجکاو و مایل به دانستان پاسخ He asked a trainer nearby او از یک مربی همون اطراف یا نزدیکی سوال پرسید Why the elephants were just standing there and never tried to escape او پرسید چرا فیلها آنجا مانده بودند و هرگز سعی بر فرار نکرده بودند؟ The trainer replied, when they are very young and much smaller, we use the same size rope to tie them and at that age it is enough. to hold them as they grow up they are conditioned to believe they cannot break away they believe the rope can still hold them so they never try to break free the trainer یعنی اون مربیه دوباره از th استفاده کردیم th برمیگرده به اون چیزی که مشخص و شناخته شده است ترینر مربی the trainer اون مربیه که ما میشناسیمش replied پاسخ داد reply یعنی پاسخ دادن و replied در اینجا حالت گذشتهشه. when وقتی they are آنها هستند very young خیلی جوان خیلی بچه and و much smaller بسیار کوچکتر small یعنی کوچک smaller کوچکتر بچه ها نگفتم اسمال ایرانی ها رو در خارج از کشور راحت میشه با نحوه اشتباه تلفظ اضافه کردن ای به small steak school این کلمات رو به اشتباه تلفظ میکنه و راحت میشه اونها رو شناخت small اسمال پس نیست smaller we ما, use استفاده میکنیم the same size همون سایز کدوم سایز همون که رنگا رنگه همون سایز <applause> تنابی که پاشون بسته شده rope the same size rope همون سایز تناب رو to tie them کدوم سایز رو میگه همین چیزی که الان داریم میبینیم to tie them برای اینکه اونها رو ببندیم and و at that age age یعنی سن و یعنی پیر همچنین at that age در اون سن در اون مقطع it is enough کافیه بسه تو که hold them که اونها رو نگه داره حفظ بکنه as they grow up da, در, حالی که آنها grow up grow up یعنی رشد کردن بزرگ شدن they are آنها conditioned are conditioned یعنی تطبیق داده شدند حالت مجهوله یعنی تطبیق داده میشن باور میکنن to believe که باور کنن they آنها cannot نمیتوانند break away break away یک فعل عبارتیه یعنی حسارها رو بشکنن و فرار کنند they آنها believe باور دارند the rope تناب اون تناب مشخص تی ایچی استفاده کردیم می میتواند still still یعنی هنوز نگفتم استیل اس اولش still still هنوز hold نگه داشتن them the rope can still hold them هنوز تناب میتونه اونها رو نگه داره so بنابراین یک معنی دیگر سو so, یعنی بنابراین they آنها never هرگز try سعی نمی کنند. پس never try یعنی هرگز سعی نمی کنند کی آنها they to به منظور برای break free که فرار کنند و آزاد بشن break free در اینجا دوباره یعنی شکستن و آزاد شدن و رها شدن داستان قمنگیزیه نه؟ ولی خب داستان باورهاست بگو چه باور داری تا به تو بگویم به کجا خواهی رسید باورهای ما انسان ها هم تعیین کننده کیفیت زندگی ماست اینکه باور کنیم می توانیم یا نمیتوانیم توانیم دانشمندان میگن روانشناسا میگن اگر یک بار به خودت بگی نمیتونم 17 نفر رو باید پیدا بکنی بهشون بگی من میتونم تا اثر اون یک باری که به خودت گفتی نمیتونم رو از ذهنت و از روانت بتونه پاک بکنه بچه ها باور داشته باشید که انگلیسی آسانه انگلیسی مثل آب خوردن میلیون ها نفر از این درس های آموزشی و کانال انگلیسی مثل آب خوردن تا حالا استفاده کردن و به نتیجه مثبت رسیدن شما هم باور داشته باشید که میتونید و ما هم به شما باور داریم و در این خدمتی که داریم به شما میکنیم هم باور داریم که نتیجه مثبتی خواهد داشت باورهای ما انسانها ها هم تعیین کننده کیفیت زندگی ما هستند همونطوری که فیل ها باور کردند که هرگز نمیتونن فرار بکنن همون بند کوچک که در حقیقت نشان دهنده باور اونها بود اونها رو از رهایی باز داشت یک بار با هم بخونیم بچه ها همزمان لطفا بخونید با صدای رسا حتما تکرار کنید تا داستان را خوب یاد بگیرید The trainer replied When they are very young and much smaller we use the same size rope to tie them and at that age it's enough to hold them As they grow up, they are conditioned to believe they cannot break away. They believe the rope can still hold them, so they never try to break free. The only reason that the elephants were not breaking free and escaping from the camp was that over time they adopted the belief. that it just was not possible. The only reason تنها دلیلی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم قبلا بهش اشاره کردیم پس در ابتدای جمله هم شروع کردیم از th استفاده میکنیم That که the elephants فیل ها کدوم فیل ها فیل هایی که میشناسیمشون در موردشون داریم صحبت میکنیم از از تی استفاده میشه were not اگر مفرد بود میگفتیم was not اما فیل ها جمع elephants were not breaking free چیکار نمیکردن فرار نمیکردند break free نمیکردند and escaping escaping در واقع میشه were not escaping were not breaking free و were not escaping from the camp از اون کمپه کدوم کمپه همون که میشناسیمش was that آن بود که over time در اثر مرور زمان در گذر زمان they آنها adopted به این عقیده رسیده بودن این باور رو پذیرفته بودن به این عقیده اعتقاد پیدا کرده بودن به این باور اعتقاد پیدا کرده بودند The belief Belief یعنی اون باوره کدوم باوره؟ همین باوره که بهش اعتقاد پیدا کرده بودند That که It just اون تنها Was not possible Possible یعنی ممکن اون اعتقاده چی بود؟ این بود که ممکن نیست که بتونن فرار بکنن دوستان باورهایی که در ذهن ما نهادینه شده و ما به اونها اعتقاد پیدا کردیم خیلی از باورهایی که ریشه علمی نداره و متاسفانه خیلی از ما انقدر روشون تعصب داریم که منظورم باورهای دینی نیست هر باوری هر باوری که تو رو از رسیدن به موفقیت باز می‌داره خیلی از باورها رو باید باور تکانی بکنیم چقدر عبارت قشنگی باور تکانی بکنیم هر از گاهی دیدین خونه تکونی میکنیم نزدیک عید باورتکانی هم لازمه هر دو هفته یک بار هر یک ماه یک بار اگر نه هر سه ماه یک بار یک باور تکانی بکنیم ببینیم چه باورهایی هستند در ذهن ما که ما رو از موفقیت و جلو رفتن باز می‌داره. برگردیم به داستانمون داستان بسیار آموزنده و زیبایی است چقدر هم که عالی گام به گام خدمت شما توضیح دادیم ای کاش همراه بشه با تمرین شما به جای اینکه این درس رو یک بار ببینید ای کاش سه چهار بار ببینیدش آخرش باید به راحتی بتونید این داستان رو بخونید اگر نتونستید برگردید از ابتدا یک بار دیگه تمرین کنید به جای اینکه برید هزار تا درس کار بکنید یک درس رو هزار بار صد بار کار بکنید مسلط بشید همین دونه دونه های آجر همین دونه دونه درس ها همین لغت ها همین چیزهایی که اینجا یاد میگیرید بنای یادگیری انگلیسی شما رو محکم تر خواهد کرد ادامه بدیم ببینیم که به کجا خواهیم رسید The only reason that the elephants were not breaking free and escaping from the camp was that over time they adopted the belief that it just wasn't possible تنها دلیلی که فیلها برای رهایی از کمپ فرار نمی کردند آن بود که به مرور زمان آنها به باور غیر ممکن بودن عقیده پیدا کردند. The only reason that the elephants weren't breaking free and escaping from the camp was that over time they adopted the belief that it just wasn't possible. Moral of the story Moral نکته اخلاقی The story اون داستانه Story که داستان The story یعنی همین داستانه که ما خوندیم Moral پس همیشه میشه نکته اخلاقی و در اینجا Moral of the story هر داستانی یک نکته اخلاقی داره حالا ببینیم نکته اخلاقی داستان ما چیه هر چند توضیحاتش رو خدمتون عرض کردم بنده منباب وظیفه No matter how much the world tries to hold you back, always continue with the belief that what you want to achieve is possible. Believing you can become successful is the most important step in actually achieving it. خب no matter یعنی مهم نیست یا yeah, doesn't matter یعنی اهمیت نداره no matter یعنی مهم نیست how much تلفظش how much نمیگم how much چقدر چه اندازه the world دنیا جهان tries در اینجا world نقشش سوم شخصه tries سعی میکنه to hold you back hold back روی هم رفته یک فعل عبارتیه یعنی عقب نگه داشتن پس دنیا سعی میکنه که hold you back کنه شما رو عقب نگه داره always همواره همیشه continue ادامه بده with the belief با اون باور با این باور that که what you want آن چیزی که تو میخوای to achieve که بهش برسی is possible ممکنه عزیز دلم ممکنه وقتی که برنامه ریزی درست داشته باشی با تلاش بهش میرسی باور داشته باش مهمترین گام باور داشتن به آن چیزی است که میخوای بهش برسی believing باور داشتن به اینکه یو can تو میتوانی بکام successful که موفق بشوی is است the most important important یعنی مهم the most important یعنی مهمترین step گام in در actually actually یعنی به واقع به راستی achieving it achieving چی؟ it برمیگرده به success به موفقیت پس مهم نیست دنیا چقدر موانع جلوی پای تو میگذاره اینکه باور داشته باشی بهش میخوای برسی اینکه باور داشته باشی موفق خواهی شد براش برنامه ریزی بکنی و کمی تلاش هم چاشنی راه خودت قرار بدی به موفقیت خواهی رسید و چه یک بار دیگه بیایم این قسمت رو بخونیم و حتما باید بتونید داستان رو به راحتی و روانی شما بخونید در هر سطحی که هستید اگر سطح مبتدی هستید به راحتی دیگه باید بتونید این داستان رو طبق این روشی که تا اینجا با هم پیش اومدیم بتونید بخونید Moral of the story No matter how much the world tries to hold you back Always continue with the belief that what you want to achieve is possible believing you can become successful is the most important step in actually achieving it. نکته اخلاقی داستان مهم نیست چقدر دنیا سعی می کند تا تو را واپس نگه دارد همیشه با این باور که آنچه می خواهی به دست بیاوری ممکن است ادامه بده باور داشتن به اینکه می توانی موفق شوی مهمترین گام در دست یابی به آن موفقیت است خب حالا میخوایم چیکار کنیم یک بار از ابتدا داستان رو به صورت روان میخوایم بخونیم با هم یک بار داستان رو میخونیم A man was walking through an elephant camp and he realized that the elephants were not being kept in cages or held by the use of chains. All that was holding them back from escaping the camp was a small piece of rope tied to one of their legs. As the man looked at the elephants, he was completely confused as to why the elephants didn't just use their strength to break the rope and escape the camp. They could easily have done so, but instead they didn't try to at all. Curious and wanting to know the answer, he asked a trainer nearby why the elephants were just standing there and never tried to escape. The trainer replied, When they are very young and much smaller, we use the same size rope. To tie them, and at that age, it's enough to hold them. As they grow up, they are conditioned to believe they cannot break away. They believe the rope can still hold them, so they never try to break free. The only reason that the elephants weren't breaking free and escaping from the camp. Was that over time they adopted the belief that it just wasn't possible? Moral of this story No matter how much the world tries to hold you back, always continue with the belief that what you want to achieve is possible. Believing you can become successful is the most important step in actually achieving it.